ویدیوی دیگه با من. توی این ویدیو قرار یه کار خیلی متفاوت بکنیم. من چند وقت پیش داخل استوری اینستاگرامم یه باکس گذاشتم و از فالوورام خواستم که تا جایی که میتونن و با بیشترین خلاقیتی که دارن منو تخریب کنن، یعنی تخریب شخصیتی کنن یا به اصطلاح دیسم کنن. حالا قراره بشینیم جوابای شما رو که سعی کردید منو تخریب کنید رو بخونیم و ببینیم که کدومش از همه باحال‌تره. تا جایی که بتونم سعی می‌کنم یه سریاشونو جواب بدم، ببینیم از پسشون برمیادم. ببینیم شما جوابای دندون شکن‌تر میدید یا من. یادتون نره که کانال منو سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اون زنگوله رو روشن کنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم سریع باخبر بشید. خب بریم واسه اولین تخریب. میگه که فکر کردی خوشگلی با اون موها؟ نه خیلی، بوز هم موهاش فرفریه. خب اینو زیاد شنیدم، یا خب بابایی گوسفند فلان، اینو زیاد برام جدید نبود. میدونی اگه زیبایی جرم بود تو بیگناه بودی؟ این خودم قبلا استوری کردم. جدید نبود. یه با تو رو لک لک ها نهی بردن، گوسفند ها بردن. حق است، حق است. این بالود خدایی. من متفاوتم، منو لک لک نهی بردن، گوسفند ها بردن. این جالب بود. اثر بعدی میگه که میدونستی سیم ظرفشوی قد تو اعتماد به نفس داشت مدل میشد جایزه بهترین مدل ها میگرفت. چرا همه دارن فقط زوم میکنن روی بحث موهام و فیر بودنم؟ یه کار دیگه بکنید دیگه. بعدی خیلی باله، میگه خانم شما انی میبینمت میخوام بالا بیارم. خوب بود، این خوب بود. بعدی میگه با خط چشات میشه تناب زن. خیلی قشنگ بود. مثل میمونه که میگه خانوم لطفاً خط چشاتو تا سر کوچه نکش، ما اونجا آشغال میذاریم. بعدی میگه که لازم نیست به بچه های شهرداری زحمت بدیم، شما خودتون تخریب شده اید. آفرین خلاقیت خوب. بعدی میگه که با تو هم میگم که آرایشاتو پاک کنی از طلا میرسی به پلاستیک. چه ربطی داره؟ از طلا میرسی به پلاستیک. بد نبود. اوکی. بعدی میگه اگه موهاتو سبز کنی دقیقا مثل کلم بروکلی میشی. بعد واقعا اگه سبز کنم شبیه کلم بروکلی میشم. خیلی، این خیلی خوب بود. اینو دوست داشتم. بعدی میگه که تو خیلی خوشگلی. البته اگه لوازم آرایشی و 10 کیلو فیلتر و کامپوزیت و ژل لبت و کاشت موجو لنزو در نظر نگیریم. خب بذار اینو تحلیل کنیم. لوازم آرایشی اوکی، 10 کیلو فیلترم. من معمولا فیلترهای غلیظ نمیندازم رو صورتم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. یعنی حالا باشه. کامپوزیتم باشه، ژل لبتو. آقا اون موقع که من این باکس رو گذاشته بودم که فالوور بنویسم واسه ژل لب نزده بودم، الان دارم، اونم خیلی کمه. یعنی اگه دقت کنی خیلی چیز خاصی نیست، یعنی خیلی طبیعیه. بازم ژل لب نداشتم. لنزم که من خیلی کم میذارم دیگه، خدایی نه دوست نداشتم. تخریب خوبی نبود، الکی اغراق کردی. علی میگه که همیشه این رو مخم بود که تو جنس موهای خودت خدا وکیلی فر نیست، فقط حالت داره که با هزار تا روغن و اینا یه ذره پیچ میخوره. مغزم نمیکشه. این از حسودی تو بیبی. من از همون بیام سیب موهام نزنم بازم فره، فقط میزنم که خوشگل بشه، براق و مرتب بشه. میگه که هیچ گونه محتوای خاصی نداری و صرفا فقط تو پیج 10 کیلو فیلتر 10 قلم آرایشم به کنار و فقط میتونم بگم فقط صورتی پدر سوخته. عزیزم اگه من محتوا ندارم خودت چرا اومدی وقت گذاشتی داری تو باکس من واسم چیزی مینویسی؟ بچه‌ها اینم بگم، این که من دارم این باکساتون رو جواب میدم یه جوره حالت کلکل دیگه، وگرنه که من میدونم که یعنی همتون عشقای منید و میدونم که حالا شما هم که دارید وقت میذارید واسه ویدیوها و استوری من، قطعا شما هم منو دوست دارید و این صرفا یه کلکله که من حالا دارم جوابتون رو میدم، جهت فان قضیه است. گفتم اینو بگم که به دل نگیرید یه موقع. میگه که چه اعتماد به نفسی داری به اون ریختت اومدی بلاگر شدی؟ عزیزم اتفاقا معروف ترین و موفق ترین بلاگرای اینستاگرام کسایی هستن که
خودشونو با گیریم و حالا یه سری میکاپ های کار میکنن که از اون چیزی که هستن خیلی زشت‌تر بشن که فقط قضیه فان بشه و باز هم بسیار موفقن. پس موفقیت در بلاگری به قیافه نیست، به خلاقیته که من خیلی دارم. نوشته فرفری آی فرفری، از پشت که دیدم تو رو فکر میکردم که خوشگلی، تا اینکه برگشتی و فهمیدم شبیه پشگلی. وای 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 این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، آفرین. شعر سروده، آفرین. بعدی خیلی بده، نوشته که ما برینیم بهت، تو رو همون اول مامان بابات ریدن. من همه چیمو بد گذاشتم. من راست همین تیرون راست پدرم داره عزیزم از خواهی میکنم با باتره این باکس عالی بود. نوشته که هیوا رو میشه گفت ململ به اون کله فرش. ململ یادتونه بچه ها؟ من کوچی بودم خیلی نگاه میکردم اینه، دیدید؟ یادتونه؟ خیلی با مزه بود. آه ما یه شبیه ململ هم ایجان نمک شوره. این که تخییر نبود به نظرم، حتی یه چیز کیوت بود. بعدی نوشته که زیبایی اگه سلاح بود شما خشاب کلت بودین. یعنی چی؟ زیبایی اگه سلاح بود شما خشاب کلت بودین. احساس میکنم که این تخریب نیست، تعریف بیشتر. شما همین نظر دارید، اگه نظر شما همین تو کامنت ها برام بنویسید. زیبایی اگه سلاح بود شما خشاب کلت بودین، این تعریفه یا تخریبه؟ متوجه نشدم. اگه کسی فهمید برام توضیح بده تو کامنت ها. خدای ببخش، میدونستی سیبیلات از سیبیلای بابام بیشتره؟ شما فهمیدین من سیبیل ها نمیزنم؟ نه خیر. ای بابا فکر کنم مشخص نمیشه. نوشته که میدونم لوازم آرایشت اورجیناله، ولی بگو از کدوم مترو خریدی. نوشته که گوسفند اندازه تو اعتماد به نفس داشت پنیر میداد. حالا کی گفته پنیر از شیر بهتره که مثلا یک گوسفند اعتماد به نفسش بود به جای شیر پنیر میداد؟ خوب نبود. وای بعدی خیلی بده، نوشته زمانی به بزرگیت پی بردم که سیفون رو زدم نرفتی گیر کردی. حالا بد، خیلی بدی، خیلی شدیدی، قلبم شکن. ادیتور آهنگ غمگین لطفا. یه نفر خودشو تخریب کرده نوشته تخریب شخصیتی چی بهتر از این که به همه بگی دوست دختر منی. داداش چرا به خودت میزنی؟ خب بچه همونطور که میبینید این باکس ها خیلی زیادن، من فقط سعی کردم اونایی که خیلی جالب ترن رو بخونم. و اینکه آیدی پیج اینستاگرام هم این بالا براتون میذارم، داشته باشیدش حتما و داخل کامنت ها به هم بگید که دوست دارید این سری چه باکسی داخل استوری اینستاگرام هم بذارم و ازتون چی بپرسم که توسط حرفای شما یا حالا سوالای شما یه ویدیو جدید بسازیم. دوست دارید که با هم دیگه چی کار کنید؟ ایده هاتون رو حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگه خوشتون اومد یادتون نره که لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.